خب من میانان ارجمند هم در این منزل از برنامه با روزنامه‌نگار بین‌المللی آقای دکتر امیر طاهری عزیز هستیم. عزیزی که سلام بلند بالا داشته باشم دکتری. آقای این درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. سلام بر شما آقای بیبودی، خیلی خوشحالم که با صحبت میکنیم. ممنونم. آقای پنج ماه گذشت از جنبش انقلابی مردم ایران. اتفاقاتی الان در اروپا در جریان از جمله موضوع سپاه پاسداران. میخوام نظرتون رو جویا بشم، واکنش های دنیا و تداوم این جنبش به مدت پنج ماه. سراپا گوشی. بعد میدونم حالا این پنج ماه تموم شده ولی جنبش تموم نشده، چون ریشه های نارضایتی مردم ایران، بیکفایتی حکومتی که الان در تهران هست، اینا همچنان هستش و ایران واقعا الان با مشکلات بزرگی روبرو است. الان ایران زیر فشار شدید روسیه است برای تصویب این کنوانسیون خزر. میدین آقای پوتین دو بار تلفن کرده به آقای رئیسی، رئیس دومای روسیه به تهران سفر کرده، الان مشاور مخصوص آقای پوتین رفته اونجا و روسا به طور کلی میخوان از ضعف جمهوری اسلامی، یه مقدارش نتیجه جنبش این چند ماه اخیر است، استفاده بکنن یا سوء استفاده بکنن و این کنوانسیون خزر رو به تصفیه مجلس شورای اسلامی برسونن، که من از فرصت استفاده میکنم که به امدادین یه هشدار بدم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این کار رو نکنن، این کار خیانت خواهد بود به منافع ایران و مجلس پیشین حاضر نشد این کار رو بکنه و اینا اونا هم نباید این کار رو بکنه. از یه طرف دیگه هم اروپایی ها و قدرت های دیگه سعی میکنن که از جنبشی که مردم ایران شروع کردن به نفع خودشون استفاده بکنن در زمینهای مختلف، که اونم ما باید هوشیار باشیم که این دعوایی که ملت ایران داره با یک رژیم ضد ایرانی به منافع دراز مدت ایران صدمه نزن. از طرف دیگه مشکل دیگه که الان مطرح هست افزایش مهاجرت نخبگان از ایران است که خود رژیم الان پذیرفته اینو و طرحی که دادن برای آوردن اشخاص غیر ایرانی به ایران، یعنی 300-400 هزار تا از جنگجویانی که برای آقای سلیمانی کار میکردن به اونا زمین بدن، تبعیت ایرانی بدن و در ضمن گروه های دیگه ایرم که از افغانستان، پاکستان، عراق و غیره میان به ایران بیارن که جای خالی ایرانیایی رو که ترک میکنه، کشور ترک میکنن، پر بکنن. یعنی واقعا مسائل خیلی خطرناک و پیچیده الان در ایران مطرح است که کمتر بهش توجه میشه. آقای دوستاری، مدودف دو قلوی سیاسی آقای ولادیمیر پوتین پیروز تهدید کرد که بسیار خوب، ما میریم یه پارت نظامی، یک محور نظامی ایجاد میکنیم با کشورهایی که از آمریکا خشمگینن. ممکنه خامنه ای اشتباه مهلک دیگری مرتکب بشه، مثلا به چنین محوری به پیونده، یعنی ایران را عملا درگیر بکنه و درگیر یک همکاری خیلی مجهول با روسیه و قلمرو نظامی، اونم یه همکاری تمام قد. ببین آقای خامنه ای الگوی کیم ایل سونگ در کره شمالی رو گرفته، یعنی انزوا و به اصطلاح اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، یا به زبان کره جوشه که به هر قیمتی ما دیوار بکشیم، حالا نه دیوار واقعی ولی دیوار مجازی بکشیم دور کشور، اونایی که نمیخوان زیر رژیم ما زندگی بکنن باید برن، همجور که تیمسار نقدی یکی از جنرالای آقای خامنه ای پریروز گفت که اونایی که برن که ناراضیان برن، بعد اونایی که دوست دارن با یک رژیم واقعی اسلامی زندگی بکنن بیان. یعنی میدونین تغییر نوع اصلا جمعیت ایران، همونجور که میدونین در شوروی بعد از انقلاب روسیه روسا، یعنی اونایی که قوم روس بودن، خیلیشون رفتن، در چه افراد دیگه اومدن به جاشون، تاتارا، ازبکا، تاجیکا و اصلا شکل
جمعیتی و ترکیب جمعیتی عوض شد. در کوبا همین اتفاق افتاد، طبقه متوسط رفتن، فقیرترها، سیاه‌پوستا و غیره اومدن جاشون رو گرفتن. در ویتنام همین شد، 2.5 میلیون نفر طبقه متوسط تحصیل کرده رفتن، بعد دهخانهای مثلا فقیر از آنام اومدن جاشون رو گرفتن. این سناریویی است که کره شمالی انجام داد و آقای خامنه‌ای به عنوان الگوی خودش گرفته. یعنی میگه که اگر ملت از ما راضی هستن، ناراضی هستن، ما ملت رو عوض میکنیم، نه اینکه ملتی که ناراضی دولت رو عوض بکنه. یعنی اولویت ایشون همونجوری که بارها گفتن اوجب واجباتشون حفظ این رژیمه، حتی اگر منجر بشه اصلا به تغییر هویت ملت ایران. دوستانی میگن در این تحولات جهانی هیچ رهبری به اندازه خامنه‌ای در واقع به زیان ایران عمل نکرد. یعنی اون مجموعه تحولاتی که رخ داده همه به زیان خود حکومت و به زیان ایران تمام شد. درست برعکس گزارش آمده بود در دیول، اردوان میگن هیچ کس به اندازه رهبر ترکیه از تحولات موجود سود نجسته. مثلا بازی که بین ناتو و پوتین کرده یا ایجاد رابطه نزدیک با بشار اسد. امروز اردوغان خیلی بیشتر از خامنه‌ای به بشار اسد نزدیکه، با اینکه یکی از دشمنان سرسختش بوده. در تمام مدتی که جنگ در سوریه جریان داشته ترکیه در برابر بشار اسد بوده و مدافع کسانی که با او می‌جنگیدن. بفرمایید. بله ببینید، من حالا نمیخوام وارد جزئیات سیاست آقای اردوغان بشم، ولی ایشون رو خیلی خوب میشناسم. موقعی که شهردار استانبول بود، یعنی قبل از اینکه نخست وزیر و بعد رئیس جمهوری بشه، یک روز تمام من باش بودم در استانبول. اومد بناهای تاریخی رو نشون بهم داد، کانالای آبی زیرزمینی و غیره و خیلی صحبت‌های زیادی کرد. بعد یه مسابقه خیلی مفصلی باش کردم موقعی که نخست وزیر بود برای فصلنامه فرانسوی پلیتیک اینترنشنال، که اگه بخواید میتونین پیداش بکنین روی به اصطلاح اینترنت. و در این تمام این مدت من متوجه شدم که سه تا چیز. یکی این که ایشون یه شخصی است دنبال قدرت. خب این طبیعیه، یعنی اگه تو سیاست هستین باید دنبال قدرت باشین، وگرنه چه رفتین تو سیاست؟ باید قدرت داشته باشین که یه کارایی رو انجام بدین. دوم این است که یک شخصی است که بسیار محتاطه، یعنی هیچ وقت هیچ چیزی رو بیش از اون حد لازم هول نمیده به صدا. و مسئله سوم این است که فهمیده که در دنیای امروز اگر بخواید موفق باشین به عنوان رهبر یک کشور، بعد اون کشور مثل یک دولت عمل بکنه، یه دولت سنتی. یه دولت سنتی یا نرمال ممکنه بد عمل کنه، ممکنه خوب عمل کنه، سیاست‌های غلطش رو سیاست درست داشته باشه، ولی یه دولته. آقای خامنه‌ای نتونسته این کار رو بکنه، برای اینکه در ایران ببینید دولتی به معنای نرمالش وجود نداره. یه سیستمی هستش شتر گاو پلنگ که در خدمت یه ایدئولوژی قرار گرفته. به همین جهت آقای خامنه‌ای و پیش از اون آقای خمینی نمیتونستن از امتیازاتی که ایران به طور طبیعی داشت به عنوان پرجمعیت ترین بزرگترین کشور خاورمیانه، داره منابع طبیعی زیاد، نیروی نظامی فوق‌العاده، آدم های تحصیل کرده، تاریخ و فرهنگ، اینا همه میتونست ایران رو تبدیل بکنه به قدرت اول خاورمیانه. کسی هم با ما دعوایی نداشت. ما با 32 کشور قراردادهای بازرگانی داشتیم، تنها کشور غیر اروپایی بودیم که بازار مشترک ما رو پذیرفت. یعنی همه اینا بود و رهبران جمهوری اسلامی میتونستن با چطور بگم رفتار یک دولت عادی منافع یک دولت عادی رو تأمین بکنن. به همین جهت میبینین آقای اردوغان موفق میشه، آقای خامنه‌ای موفق نمیشه با این همه مخارجی کرده. آقای اردوغان یک قرون پول نذاشته تو سوریه و لبنان و اینا، ولی موفق میشه که تبدیل بشه به یک قدرت چطور بگم صاحب حیثیت که به حساب میاد
در منطقه. همه هم الان سعی میکنن که از اوضاع ایران سوء استفاده بکنن. آقای پوتین رو ذکر کردن، چینی ها همینجور یک قرون در ایران سرمایه گذاری نمیکنن، ولی مرتب قراردادهایی رو که ایران برای ساختمان فلان بهمان داره چینی ها میگیرن. ایران رو حذف کردن از برنامه کمربند جهانیشون یا راه ابریشم جدیدشون. آمریکایی‌ها استفاده میکنن از ایران برای که به اعراب اسلحه بفروشن، بگن این ایران خطرناکی میاد میخورتتون. اسرائیل استفاده کرده برای که روابطشو با اعراب عادی بکنه. مصر الان داره استفاده میکنه به کشورهای پولدار عرب، میگه که اگه به من کمک نکنین، کمک مالی نکنین، میرم با ایرونیا دوستی. یعنی همه دارن استفاده میکنن از این سیاست نادرستی که و استراتژی نادرستی که آقای خمینی و بعد از ایشون آقای خامنه‌ای در پیش گرفتن. دکتر طاهری، اخیرا تو این چند هفته اخیر بارها شنیدیم از زبان قانونگذارها، شخصیت های مهم سیاسی در منطقه خاورمیانه، تا از فیفا یا از آقای شی رهبر چین، از به جای خلیج فارس میگه خلیج عربی، از سودانی نخست وزیر عراق میگه خلیج عربی، آقای امیر عبداللهیان میگه نه ایشون اشتباه لپی کرده، عذرخواهی میکنه، ایشون میگه نه اشتباه لپی هم نکردم، یه واقعیت تاریخی خلیج عربی. فیفا جام خلیج عربی رو ثبت کرده، در عراق جام خلیج عربی برگزار میشه، عراقی ها برنده میشن، ایران تبریک میگه پیروزی عراق در جام عرب. میخوام از شما سوال بکنم، مقتدا صدر یکی از متحدان نزدیک رژیم جمهوری اسلامی در گذشته دیگه علنا از خلیج عربی سخن میگه، این اینا به شما چی میگه؟ چی داره در ایران میگذره؟ ایران سکوت کرده، هیچ چی نمیگه. بفرمایید. برای اینکه ببینید در آقای خامنه‌ای و دولت‌های، اگه بشه گفت دولت دار دسته‌ای که دور و بر ایشون هستن، فقط و فقط یه وسوسه دارن، هارت و پورت کردن علیه آمریکا و اسرائیل و هر کار دیگه‌ای که ممکنه در این هارت و پورت اثر منفی داشته باشه از نظر اونا نمی‌کنن. بنابراین طالبان، نمی‌دونم حالا شنیدین یا نه، اومدن حقابه ایران رو در رودخونه‌های هیرمند و پریان و هریرود برخلاف قراردادی که ما با افغانستان داشتیم که در زمان شاه امضا شده بود 20% کاهش دادن. تازه دیروز آقای رئیسی به آقای عبداللهیان دستور داده که شما برید ببینید این چه کاریه، چی شده اینا، ولی جرأت ندارن علیه طالبان اقدامی بکنن. میدونید یعنی همه الان از ضعف ایران و از سرگشتگی رهبران ایران دارن سوء استفاده میکنن. در مورد مقتدا صدر، من اولین بار در 2004 دیدمش، 2004 میلادی در بغداد، در موقع فارسی صحبت میکرد با البته لهجه عربی، چون میدونید ایشون فامیلش از محلات میاد و خانواده ایرانی الاصل هستن، صدر الاشراف یکی از فامیلاش سناتور بود، رئیس سنا بود، یه مدتی هم کوتاهی هم نخست وزیر بودش، امام موسی صدر بود، محمد باقر صدر و غیره. حالا ایشون در دیداری که دو هفته پیش با سردار قاهانی داشت، فرمانده قدس جانشین سلیمانی، ظاهر میشه با لباس عربی، با چفیه و عقال و اینا، و میگه من فارسی بلد نیستم، فقط باید عربی بیاد یا مترجم بینیم. اون قاهانی هم خب عربی بلد نیست، یعنی در نتیجه مترجمه. این در حالی که همین آقای مقتدا صدر دو سال در قم شاگرد آیت الله سبحانی و آیت الله حائری بوده و که درساشون رو، درسای فقهیشون رو به فارسی میدن. این برای اینکه مجتهد بشه و از اینا تصدیق بگیره خب مجبور بوده بره تو اینا، بنابراین فارسی میدونست. از این گذشته یه زن ایرونی هم گرفته و دندوناش هم که خراب بود یه دندونپزشک ایرونی درست کرده و یه مدتی جمهوری اسلامی بهش کمک میکرد، به دار و دستش اسلحه میداد، پول میداد علیه آیت الله سیستانی یا آیت الله عظما سیستانی، به این امید که صدر رو بسازن جلوی سیستانی. و حتی فراموش کردن که صدر در قتل عبدالمجید خویی، پسر آیت الله خویی، دست داشته. ولی حالا صدر هم فهمیده که شاید بوی الرحمن جمهوری اسلامی
بلند شده، منم بهتره یه بشم سمبول ناسیونالیسم عرب. در چه یک وبسایت جدید درست کرده به اسم صدر راز زندگی است و لقبی هم که برای خودش گذاشته السید العرب، یعنی ناگهان شده ناسیونالیست عرب. البته من خوشحالم که این میگه من ایرانی نیستم، چون ما همچه کسایی رو نمیخوایم، میدونیم. ولی این همه اینا نشونه این است که جمهوری اسلامی به خاطر اشتباهات خودش، یعنی این دادسته آقای خمینی که اومدن سر کار، واقعا دشمنی در خارج نداشتن. در ایران هم اکثریت مردم ایران در لاقل در آغاز منتظر بودن ببینن اینا چیکار میکنن، حاضر نبودن برن به جنگ. یعنی میدونی از آغاز این رژیم با هر کی صحبت میکردم که بیاین با این رژیم مبارزه بکنین، حاضر نبودن این کار بکنن، به جز البته بعد از یه سال دو سال گروه آقای بنی سعد، مجاهدین خلق و غیره. ولی الان جمهوری اسلامی واقعا در ایران پایگاه مردمی دیگه نداره، خارجی هم اینو میفهمن، میخوان سوء استفاده کنن. ممنونم آقای دکتری. از روز گذشته دوشنبه یکی از بزرگترین رزمایش بین اسرائیل و آمریکا، بزرگترین مانور نظامی در مدیترانه، در مدیترانه، بر فراز مدیترانه در برگزار میشه. تعداد زیادی ناو جنگی، فکر کنم بیش از 12 فروند ناو جنگی، همینطور بیش از 140 فروند هواپیما در این رزمایش شرکت دارن. اسمش هم هست شاه بلوط همیشه سبز، بلوط همیشه سبز، شاه بلوط همیشه سبز. میخوام ببینم در این رزمایش شبیه سازی شده از هدفهایی که در ایران با مورد حمله قرار بگیرن. میخوام از شما سوال بکنم که تا چقدر نگران آغاز یک جنگ هستید در صورتی که جمهوری اسلامی قرار باشه بر همین خط حرکت بکنه و کمکان فعالیت های هستی خودش رو دنبال. اگه اجازه میدید از بازار آگهی عبور کنیم آقای طاهری، بعد برمیگردیم. همیانان برنامه رو بمیگیریم. همیانان عزیز و ارجمند با کسی، با آقای دکتر امیر طاهری. آقای امیر طاهری از نسلی از ایرانیان برجسته ماست که بیش از نیم قرن در راه اعتبار دادن به این سرزمین، اعتبار سیاسی دادن بهش و کسب حیثیت و آبرو برای میهن و مملکت ما قلم زده و تلاش کرد. ممنونم. اولی باری که من آقای طاهری رو دیدم سن و سالی نداشتم، 25-26 سالم بود، رفتم به کیهان در دفتر سردبیرشون، سردبیر کیهان بود، ایشون رو دعوت کردم که در یه برنامه تلویزیونی تشریف بیارن، که آمدند و چقدر برنامه فوق‌العاده بود در روزهای پرشور که فضای آزادم پدید آمده بود و نیروها طیف‌های مختلف در تلویزیون با هم بحث و گفتگو میکردن. پرسشم امروز از آقای طاهری و از این همه سال اینه که یک رزمایش خیلی بزرگ با شرکت هزارها نظامی آمریکایی و اسرائیلی در مدیترانه و بر فراز مدیترانه برگزار شده با شبیه سازی از هدفهایی در ایران. آقای دکتر طاهری سراپا گوش. سلام، خواهش. ببینید این رزمایش دومین باری است که در این سطح انجام میشه و اسرائیل و ایالات متحده خودشون رو آماده میکنن برای حمله به بعض هدفها در داخل ایران. در دور قبلی در حدود 250 هدف بیشتر در سواحل خلیج فارس هدفگیری شده بود که اگر جنگی بشه اونا رو نابود بکنن، هدفهایی که بیشتر متعلق به سپاه پاسداران بود و هدفهایی که متعلق به ارتش بسیار سنتی بود در این برنامه ریزی ملحوظ نشده بودن. این بار من الان جزئیات رو هنوز نمیدونم، ولی به حال وقتی تبلای جنگ به صدا در میاد رهبران عاقل هر کشوری این موضوع رو جدی میگیرن. اگر حتی بلوف باشه، اگر حتی
برای فشار آوردن سیاسی و دیپلماتیک باشه، ولی جنگ یه چیزیست که نمیشه باهاش بازی کرد و شوخی کرد. اگر خطر جنگ وجود داره باید آماده بشه. منتها عکس العمل جمهوری اسلامی چیه؟ تیمسار سلامی فرمانده سپاه پاسداران میگه ما آماده هستیم. تیمسار سلیمانی شهید یک برنامه 5 ماده‌ای داشت برای نابودی آمریکا. یعنی واقعا این صحبت اصلا جدی نیستش. بعد بس مطرح میشه در سرمقاله روزنامه ها که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم تنگه هرمز رو میبندیم، بابالمندب رو میبندیم، کانال سوئز رو میبندیم. بعد نمیپرسن که خب حالا اگه اینا رو بسین، یعنی میدونی این کار رو اگه بخوایم بکنیم به معنای وارد جنگ شدن هست با تمام کشورهای عرب خلیج فارس، با مصر، با اریتره در آفریقا، با جیبوتی در آفریقا، بعد با تمام کشورهایی که تجارتشون از این راه میگذره از جمله چین، هند، ایالات متحده، اروپا و غیره. خب بعد چی؟ یعنی اینکه استراتژی نمیشه که میگه ما میایم بازرگانی جهانی رو به هم میزنیم و این عکس عملمون هست. یه رژیم عاقل، یک رژیم معمولی، یه دولت نرمال میاد میپرسه که چرا یه همچه وضعی به وجود اومده. میدینی به اولین اولویت یک رژیم نرمال جلوگیری از جنگ و حل مشکلات هم در داخل کشور و هم در خارج کشور از طریق دیپلماسی و سیاسته. یعنی جنگ آخرین حربه است که موقعی که هیچی دیگه باقی نمونده، هیچ وسیله دیگه باقی نمونده آدم میره طرف. ولی اینا این فرض رو میکنن که لازم نیست ما کاری بکنیم به جز این که منفعل باشیم، یعنی مفعول تاریخ خودمون باشیم. یکی به ما حمله میکنه، ما میریم این تنگه ها رو ببندیم. یعنی ابتکار عمل باز دست اون کسیست که به ما حمله میکنه، نه به دست ما. یه رژیم عاقل، یه رژیم معمولی، یه رژیم چطور بگم منطقی سعی کنه که ابتکار عمل خودش به دست بگیره. میگه آقا شما که دارین این تبلای جنگ رو میزنین چرا میزنین؟ چی میخواین از ما؟ ما چی میتونیم بهتون بدیم؟ شما چی میتونین به ما بدین؟ ولی این که بگین که ما هرگز با هیچ کس مذاکره نمی کنیم، که خب آقا این واقعا عاقلانه نیست. شما در یک دنیای زندگی میکنین، یه دنیای به هم پیوسته، ملت کشورهای زیادی هستن، شما نمیتونین اینا رو ندیده بگیرین، باید مثل اونا رفتار بکنین. شما نمیتونین تمام دنیا رو شبیه خودتون بکنین، شما باید خودتون شبیه بقیه دنیا بشین. و نمیدونم این یه چیزیست که با الگوی کیم ایل سونگی نمیخونه. ولی البته میدونی کره شمالی وضعش با ایران فرق داره. کره شمالی 3 تا همسایه داره، طبقه متوسطی هم نداره، با دنیای خارج هم ارتباطی نداره، از خیریه هم زندگی میکنه، یعنی حکومت‌های خارجی بهش میشه، نصف غذاش هم بهش میدن، یه لکولکی میکنه، یه نیمه زندگی داره. ایران اینطوری نیست. ایران میدونی واقعا خب یه کشور پر جمعیتی است، تاریخ دیگه ای داره، طبقه متوسط داشته، میلیون ها ایرانی در خارج هستن. اتفاقاتی که در ایران میفته فقط به 2-3 همسایه مربوط نمیشه، به منطقه خاورمیانه مربوط میشه، به مدیترانه مربوط میشه، به اقیانوس هند و همه اینا. اون این الگو رو نمیشه در ایران پیاده کرد. تشکر از روزیات آقای دکتری. اما بیام به حالا خودمونی که اندکی نگاه کنیم از اون چی که الان داری میگذره در بین ما نیروهای اپوزیسیون، راضی هستی؟ اگه ایرادی دارید ایرادتون چیه؟ فکر میکنید چه راهی، چه مسیر ما باید طی بکنیم؟ ببینیم ما باید متوجه بشیم که با یک نبرد تاریخی روبرو هستیم. یعنی میخوایم واقعا ایران رو از مسیری که به گمان ما مسیر غلطیست بیاریم بیرون، بذاریم توی مسیر دیگه. این یه کار آسونی نیست که با چند تا شعار و راه پیمایی و ندم عکس گرفتن با فلان رهبر خارج و اینا واقعا به ثمر برسه. ما همچنان همطور که بارها تو برنامه خودتون هم گفتن احتیاج داریم به ایجاد تشکیلات سیاسی با اعلان برنامه‌های مشخص سیاسی در همه زمینه‌ها، چه سیاست خارجی می‌خوایم، چه سیاست اقتصادی می‌خوایم، چه سیاست کشاورزی و اجتماعی می‌خوایم. یعنی می‌دونید
این چند تا شعار مد روز، حقوق بشر، نمیدونم سکولاریسم فلان اینا رو خب هر کسی میتونه بگه، ولی پیاده کردن اینا در عمل چی هست؟ این کار آسونی نیستش و ما سیاست رو آسون گرفتیم. میدونی این فضای مجازی هم البته کمک میکنه که میدونی چند تا تویتر بزنین و هشتگ بزنین و فلان فکر میکنین کار سیاسی کردیم، ولی مهمترین چیز این هست که ما الان از این موقعیت استفاده بکنیم. یه موقعیت استثنائیه، بعد از چلو چند سال بخش بزرگی از ملت ایران، حالا نمیخوام بگم اکثریت، متوجه بشن که این متوجه شدن که این رژیم در بنبسته، این نمیتونه ایران رو از این هچل تاریخی بیاره بیرون. این خیلی چیز مهمیه. حالا مونده که این بخش بزرگی از ملت ایران، اگه نخواهیم بگیم اکثریت، اینو چطوری قانعش بکنیم که ما میتونیم ایران رو از این هچل بیاریم بیرون، ولی جنسی بهش عرضه بکنیم با صداقت، نه با لاپوشونی، با دودوزبازی، با نمیدونم نسیخ به سوزه نکباب. این روش ها به نتیجه نمیرسه. ولی خب میدونیم چون ما یه ملتی هستیم، از جمله خود من، از نظر سیاسی کم تجربه یا بی تجربه، داریم یاد میگیریم. الان ایران تبدیل شده به یه مدرسه بزرگ علوم سیاسی، به خصوص در داخل ایران. من خیلی خیلی واقعا خوشحالم از این نظر، خیلی افتخار میکنم که واقعا مطالبی داره مطرح میشه، عکس العمل میاد که اصلا من انتظار نداشتم. یاد میگیریم. یه مبارزه ایست که دیر یا زود ممکنه داشته باشه، سوخت و سوز نداره، و حتما اون بخش بزرگ از مردم ایران یا اکثریت اینا پیروز خواهند شد، ولی یک اقلیتی که روز به روزم کوچکتر میشه و پایگاه جمهوری اسلامی میبینیم در حال ریزش هست. الان خیلی از کسانی که در زمینهای مختلف سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی از جمهوری اسلامی حمایت میکردن به بهانه‌های مختلف، به بهانه مبارزه با تحریم‌ها، جلوگیری از جنگ و غیره، متوجه شدن که باید ببرن ازش، و این برشی که به وجود اومده دیگه نمیشه پل زد. یعنی میدونی یه چیزی که شکسته بستش نمیشه زد، و این رو باید چطور به عنوان یه خبر خوب برای آینده ایران تلقی بکنیم. آقای دکتر تاری عزیزم، خود که از کنم یه حالا یه طرحی پروژه هایی به اجرا در میاد، بعدم نیست، بیشتر احساسیست. مثلا این موضوع من وکالت میدهم یه نوعی سنجش محبوبیته، بیشتر بگم این کار احساسیست و سیاسی، ولی ناگهان در برابرش هم یه گروه قد علم میکنن ما وکالت نمیدهیم، بعد متوجه میشید که جمهوری اسلامی هم در این وسط آمده و از این فرصت استفاده میکنه، تمام مبتها رو به کار انداخته برای که این اتحاد رو سوراخ بکنه، سوراخ بکنه تا اونجا که میتونه. ببینید یکی از دستاوردهای عمده و مهم در تاریخ، به نظرم در تاریخ این 100 سال اخیر ایران، این اتحاد و همبستگی بی نظیر و باشکو در 5 قاره دنیاست. هست چیز سابقه نداشت در 5 قاره ایرانی هم با هم. این اگه صده میبینه به نظر من خیلی میتونه آسیب بزرگی بزنه به هم سرنوشت این جنبش، هم به آینده خود ما. نظرتون در این زمینه میخواستم جویا بشم، چون واقعا سیاست جمهوری اسلامی رو گاهی حضورش رو بغل گوش خودتون احساس میکنید. بفرم. بله ببینید، این طبیعیه و باید انتظارش رو داشته باشیم. جمهوری اسلامی حریف مردم ایرانه یا حریف مخالفانشه در این نبردی که الان در جریان است، و باید انتظار داشته باشیم که از تمام امکانات خودش استفاده کنه، به خصوص که مثل بقیه رژیم های شمولگرا یا استبدادی یا توتالیتر، این رژیم چطور بگم، متکی است به 2 چیز، یکی پول، یکی زور، یکی سرکوب و یکی پول، و این سرکوب و پول رو در خدمت تبلیغات به کار ببره. یعنی شما اگر الان بودجه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نگاه بکنین، در مجموع بیش از بودجه های دولت جمهوری اسلامی هستش در زمینه بهداشت مثلا یا در زمینه فرهنگ. یعنی بنابراین تبلیغات یه چیز مهمی هست، و در این سالها اینا لابی های مختلفی درست کردن،
یه عده زیادی از ایرانی‌ها که در خارج هستن به خاطر منافع شخصی یا حتی به خاطر محاسبات غلط منافع ملی، اینکه نظریم به ایران حمله بشه، تحریم کار بدی و غیره، از جمهوری اسلامی حمایت کردن. بعد بقایای انقلاب 1357 هم هست که روشون نمیشه بگم که آقا این اشتباه بوده، یا اگرم خیلی خوب چیزی بوده الان پرورش بستیم گذاشتیم کنار. یعنی همه این عوامل باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه نفوذش رو ادامه بده در این 7-8 میلیون ایرانی که در خارج هستن. ولی اینا رو باید تو محاسبات بیاریم و به نظر من این کمک میکنه به مخالفان جمهوری اسلامی که قوی تر بشن. یه دفعه تو تله میفتین، دو دفعه تو تله میفتین، ولی دفعه سوم تو تله نمیفتین و یواش یواش یاد میگیرین که چجوری مبارزه بکنین. الان من میبینم واقعا با تمام این سر و صدایی که میشه، خیلی از ایرانی‌ها هستن هم در خارج هم در داخل که روی مسائل اساسی ایران دارن کار میکنن. هر هفته‌ای که میگذره من رساله های مختلف برام میاد، بررسی های مختلف برام میاد روی مسائل اساسی، نه روی مسائل هشتگی و نمیدونم همیشه آرای دموکراسی خواهی و فلان اینا، بلکه روی مشکلات ایران، روی محیط زیستش، روی اقتصادش، روی آموزش پرورشش، روی امنیت مرزهاش که الان واقعا در خطر هست، روی تبدیل دشمنانش به بیطرف و بعد به بیطرف ها به دوست. اینا همه کارهای سیاسیه که باید انجام بشه. ما داریم یواش یواش، ما یعنی من خودم رو نمیگم، یعنی مردم ایران به خصوص جوانان دارن یاد میگیرن و این یه سرمایه گذاری هست برای آینده ایران. توقع داشته باشیم که جمهوری اسلامی بخواد مخالفینش رو ضعیف بکنه و متشدد بکنه، طبیعیه. توقع داشته باشیم که دولت‌های خارجی بخوان از ضعف کشور ما استفاده بکنن، اونم طبیعیه. ولی ما هم باید هر روز که میگذره خودمون رو قوی تر بکنیم و به نظر من این کار الان در سطح وسیع و در سطح میدانی در ایران داره انجام میشه. تو چطوری؟ به نظر میرسی ایرانی ها الان پر جنب و جوشترین ملت دنیا هستن. رشدی که پیدا کردن، این بلوغ سیاسی حیرت انگیز خیلی کمک میکنه به این که بتونن سریعا جبران مافات بکنن و بیافتن در صف کشورهای نخست دنیا. ببینید، من همیشه گفتم که ایران اگه کوچکترین شانسی بهش بدین خیلی به سرعت میتونه خودشو بازسازی بکنه. ببینید، حالا این باز میشه تکرار مکررات، ولی بین ورود افاقنه به اصفهان و ورود نادرشاه به دهلی به عنوان فاتح، کسی که قفقاز رو آزاد کرده بود، هم افغانستان رو پس گرفته بود و غیره، 16 سال بوده. بین انتخاب رضاخان به عنوان پادشاه و جنگ جهانی دوم، یعنی موقعی که ایشون از ایران میره، بازم 16 سال بوده. میبینی که در یه مدت کوتاهی کار فوق‌العاده انجام شده و این هم میدونی مربوط به فقط شخص خاصی نبوده، یعنی نادر یا رضا شاه یا پیش از اون مهرداد دوم مثلا در دوران اشکانیان که یک ایران در و داغون شده رو میگیره و به سرعت تبدیلش میکنه به بزرگترین چالشگر امپراتوری روم که در اون موقع بزرگترین و تنها امپراتوری دنیا بودش. ایران این استعداد رو داره، ولی الان متاسفانه یک ایدئولوژی ارتجاعی، یک اسلام بدفهمیده شده، یک مارکسیسم بدفهمیده شده و یک ناسیونالیسم بدفهمیده شده، اینا رو قاطی کردن. یه معجونی درست شده به اسم خمینیسم و این معجون عجیب غریب جلوی نشون دادن استعدادهای ایران رو برای بازسازیش گرفته. این معجون اگه کنار گذاشته بشه، این مختکی که افتاده روی ایران اگه کنار بره، به سرعت ما انسانهای تحصیل کردهش رو داریم، منابع طبیعیش رو داریم، تجربه تاریخش رو داریم، دوستان زیادی هم در سراسر دنیا داریم. این در سطح توده های مردم، حالا نه در به اصطلاح دولت. وقتی شما میبینیم مثلا حتی در سن پترزبورگ در روسیه آقای پوتین
به سود اعتراضات در ایران تظاهرات انجام شد. در دمشق زیر دماغ آقای بشار اسد به نفع تظاهرات در ایران، اعتراضات در ایران راهپیمایی میشه. یعنی در بیش از 60 کشور دنیا توده مردم اومدن و از این جنبش مردم ایران حمایت کردن. یه نویسنده بزرگ هندی میاد یه کتاب می‌نویسه با عنوان فقط آزادی که گرفته. در هند تظاهراتی که میشه الان یه لغتی که همش میشنوین آزادی، آزادی، این شعار زن زندگی آزادی که از نمیدونم پیش از انقلاب شروع شده بود در ایران الان واقعا یک انعکاس جهانی پیدا کرده. یعنی اعلان کرده به دنیا که ایران میخواد برگرده به سنه بین‌المللی به عنوان سازنده تمدن، به عنوان مطرح کننده مسائل اساسی زندگی. یعنی این جنبشی که در ایران شروع شده مربوط به نمیدونم بازنشستگی نیست که الان مثلا در فرانسه می‌بینیم اعتصاب میکنن، یا مربوط به افزایش حقوق نیست. یعنی فقط مسائل مادی مطرح نیست، مسائل انسانی وسیع‌تری رو مطرح کرده که در کشورهای خیلی کشورهای دیگه الان دیگه مطرح نیست. یعنی مبارزات اجتماعی و سیاسی در کشورهای دیگه معطوف شده به مسائل صرفاً مادی. ولی الان شما می‌بینید آقای وحیدی که وزیر کشور جمهوری اسلامی است میگه که این تظاهرات مربوط به مسائل معیشتی نبودش، این مسائلی دیگه مطرح بود که این اصلا در واقع مسائلی که در حد اینا نیست که اصلا بفهمند میشه. و این ایران جاودانی اینه، این ایرانی است که میتونه همیشه فراتر از توقع دیگران حرکت کنه. مثل همیشه بسیار آموزنده آقای دکتر امیر طاهری عزیزم، سپاسگزارم از حضور شما. تا گفتگوی دیگر دوست دارید. ممنونم امیر شورتی برنامه رو دیگر سپاسگزارم. سارا ایرانی عزیز تشکر میکنم و از شما سپاسگزار که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. بدون شما که تلویزیون رسانه اصلا بی‌معناست. ممنون.